به نظرم این نقاشی هم باز خیلی جالب بود چون با نگاه کردن بهش خب اولا زندگی نامه ایشون اومد جلوی ذهن من و قضیه مرگ رو واقعا برای آدم ملموس میکنه. رنگ هایی که استفاده کردن رنگ های بسیار جالبی هست، اون حس غمگین بودن، فانی بودن، همه این حس های قاطی همدیگه منتقل میشد به من. من خوشم اومد از نقاشیش. به نظرم همین که آثار هنرمندای جدی رو میتونیم توی ایران و توی موزه هنرهای معاصر ببینیم به نظرم خیلی دلگرم کننده است و اینکه خب از نظر تاریخی هم افراد جدی بودن و هستن و اینکه ما میتونیم آثارشون رو اونجا ببینیم خیلی به نظرم اتفاق خوبیه. الان نزدیک به 18 اثر از آثار اندی وارهول ما در معرض دید علاقمندان قرار دادیم. به مناسبت‌های مختلف، نمایشگاه‌های مختلف بخشی از این آثار به نمایش در اومده بود. ولی این یک اثر داریم که حالا چند لطی، یعنی 10 لط هست. این برای اولین بار بود که در این نمایشگاه به نمایش در اومد. این نمایشگاه اندی وارهول واقعا استقبال بی‌نظیری شده بود که ما مجبور شدیم سانسبندی کنیم، یعنی با توجه به وضعیت کرونایی مجبور شدیم سانسبندی کنیم. در واقع آقای وارهول دیکتاتورهای زیادی رو نقاشی کشیده. من در واقع وقتی با هم کم نگاه کنیم در واقع از اون حالت قداستش انگار کم میکنه وقتی ما دیکتاتور رو به هنر میاریم.